نشون دادن. جناب دکتر ابراهیمی خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون از دعوت مجددتون. ممنونم. همینطور شما جناب دکتر عباسی. تشکر میکنم. شما خیلی خوش آمدید. سلام میکنم خدمتتون و بینندگانتون. بعد از ماجرای شارلی ابدو به نظر میرسید که یک آرامشی برقرار شده. البته من نمیدونم کاری که امشب میخوام بکنم قبل از شارلی ابدو اتفاق افتاد یا بعد از شارلی ابدو، ولی تازه است. و اون این است که آی دکتر، امشب بحثی رو میخوام در خدمت حضرات مطرح کنم در زمینه بهشت و جهنم و زن، و ببینیم که تفاوت این برداشت‌ها، نگاه یهودیان به بهشت چیه، به جهنم چیه، اصلا اعتقادی دارن به این که بهشت جهنمی هست، و تصورشون از پاداشی که در آخرت میگیرند در رابطه با زن چیه، در به اصطلاح اون چه که در روایات و احادیث اسلامی هست، البته نه اسلام آقای دکتر آقاسی و همه ما آشنا هستیم، به هر حال کسانی که شهید میشن اولین پاداششون این است که با 70 حوری یا 73 تا حوری به هر حال دمخور میشن، و این یه شوخی نیست، این یه چیزیست که به هر حال میگن و رایجه. یک هنرمند در واقع هنرمند مراکشی تبار کاری کرده در فرانکفورت، خانم ماجیدا خطاری، یک پرفورمنسی، یک نمایشی رو برده روی پرده از چهره زنان در بهشت. یعنی این تصوری رو که قرآن از چهره فرشتگان خداوند در بهشت داده این مجسم کرده. 90 دختر بالا بلند باریک اندام میان تهی رو انتخاب کرده و خلاصه لباس‌های بهشتی به تنشون کرده آقای دکتر آقاسی. آره قربان. و به هر حال میگه اینایی که شهید میشن به عشق این حوری‌ها هست که شهید میشن. اگر اجازه بفرمایید، این 7-8 دقیقه است ولی ارزش دیدن داره، با هم به این اثر هنری نگاه کنیم که تصور زن در بهشت رو نشون میده. این اثر برای تلویزیون زنان تهیه شده، یک تلویزیون اینترنتی ایرانی است، کارهای فوق العاده زیبایی میکنن. گزارشگر این اثر خانم لونا شاد هست. خانم لونا شاد رو حتما میشناسید، از مجریان سابق بسیار مبرز و آگاه تلویزیون صدای آمریکا بودند، الان نمیدونم در کجا مشغولند، ولی به هر حال مثل اینکه در اروپا ساکنند و این گزارش رو برای تلویزیون زنان تهیه کرد. با تشکر از تلویزیون زنان به این گزارش خانم لونا شاد از اجرای این برنامه نگاه میکنیم. خانم ماجیدا خطاری در عین حال یک نظری هم داده که وقتی که ما از واژه شهید استفاده میکنیم همه فوری به فلسطین و ایران فکر میکنن، به جنگ ایران و عراق، به زمانی که جوانها رو شستشوی مغزی میدادن که اگر شهید بشوید 72 حوری باکره به سراغتان میآید، و به آنها یک کلید میدادن و میگفتند که این کلید بهشت است. کلید هم پلاستیکی بود. بله پلاستیکی بوده، مثل این که بله قیمتش مرزون بوده. به هر حال خانم ماجیدا خطاری آقای دکتر آقاسی معترضن، چطور می شود که با کشتن یک انسان بیگناه به بهشت رفت؟ چیزی که مرا ناراحت می کند بازی با مغز این جوانها و هستی جوانهاست که در جمهوری اسلامی برای صدها هزار جوان مملکت ما اتفاق افتاده. با هم بریم قبل از اینکه بمیریم حوری‌های بهشتی رو به تماشا بنشینیم. من نمیدونم که آقای آقاسی نگاه خواهند کرد یا نه. شما نگاه بکنید برای من تعریف. نه خیر، ما با شما من بعداً از شما پرسش دارم. من براتون تعریف بکنم. تعریف می‌کنم. با هم نگاه می‌کنیم به این گزارش جالب خانم لونا شاد برای تلویزیون زنان.
Creature obedient of God, I command you to praise the Lord. Those who feared their Lord will be driven to paradise. بهشتی که در تفسیر آیه های قرآن قولش را به شهدا می دهند، تازه ترین کار مجید خطاری هنرمند مراکشی تبار است که به صورت پرفورمنس آرت در موزه هنرهای مدرن شهر فرانکفورت آلمان به نمایش گذاشته شده. ایده این بود که میبایستی یک مجموعه دختر پیدا میکردیم، البته نه با معیارهای همیشه زیبایی که برای مثال برای فیلم یا نمایش مد انتخاب میشدن، اما باید قدهای بلند میداشتن و مهمتر از همه این بود که معنای این پروژه را خوب بفهمند، حس کنند و خوب اجرا بکنند. Après celle-là, on arrête. Mais normalement, quand il y a plus de musique, il faut qu'elle chuchote. Okay. Dis-leur de parler entre eux. Dis-leur de se poser la question, qui est ce martyr? Comment il s'appelle? De quel pays est-il? Des phrases comme ça. Elle descend. Et vous l'aidez toutes les deux? On a recruté pas mal d'ailleurs. On a eu 90 filles le jour du casting. روز کاستینگ 90 دختر را انتخاب کردیم و بعد از اون 3 روز تمرین داشتیم و هر بار با یک گروه. موقع تمرین باید به دخترها توضیح می دادم که چگونه خودشون را در پوسته یک حوری بهشتی ببرند، ببینند، یعنی بودن برای لذت دیگری و به خصوص برای لذت مرد. بنابراین باید در طرز فکر و رابطه‌ای که این دخترها با بدن خودشون داشتن ساختار شکنی می کردم و تطبیقشون می دادم با تفسیری که ما می خواستیم نشون بدیم. من نگاه میل و هوس بود. Elle peut pendant 5 minutes fantasmer sur le type. 5 minutes lang fantasien über diesen hominösen Mann. Voilà. Ein bisschen. Rivers of water unaltered. Rivers of milk. Rivers of wine. Rivers of honey. Rivers of water unaltered, rivers of milk, rivers of wine, rivers of honey. L'idée du départ, c'était d'abord une création d'un masque. این پروژه در ابتدا با ایده خلق یک ماسک آغاز شد. توی برخی از نوشته های قرآن گفته میشه که چهره حوری های بهشتی مانند آینه چنان درخشان و روشن هستند که شهید صورت خودش را در اون میبینه. برای همین من یک ماسک آینه‌ای ساختم. Après le masque, il y a eu le travail sur le vêtement. بعد از اون رفتم سراغ کار تحقیق لباس، کار لباس، و چون که باز هم در تفسیر قرآن بدن حوری هم نورانی و پشتنما توصیف میشه، من هم نمیخواستم که به جز 70 نوار توری چیز دیگری روی بدن دخترها باشه. تنها نقاشی که روی بدن دیده میشه به صورت جناق سینه هست که از گردن میاد پایین و نوارهای توری دیگر که همون طوری که گفتم 70 عدد هستند روی اونها میافتند به صورت دامن. همچنین این نوارها رفرانسی هستند به نوارهای پارچه‌ای کفن که یا مثل مومیایی ها که در
پارچه‌هایی پیچیده میشن که دوخته نشدند هیچ وقت، و همونطوری که البته در سنت اسلامی هم میبینیم نوارها فقط به هم گره میخورند. در دو سوی صحنه نمایش همچنین مجموعه عکس‌های پشت پرده‌های توری دیده می‌شود. مجیدا میگوید که در این مجموعه عکس تنها از یک مدل زن در وضعیت‌های مختلف استفاده کرده که برای او نمایانگر فانتزی‌های مردانه هستند و نحوهی که مردان جوان این بهشت را تصور می کنند. عکس ها سیاه و سفیدند و خیلی تار. می خواستم یک فضای رویایی خلق کنم و عکس ها را گذاشتم پشت پرده های توری، باز هم به خاطر تفسیری که در قرآن از بهشت میشه، یعنی هر کسی به این بهشت دسترسی نداره و مقدسه. برای دیدن این تصاویر باید حرکت کنار زدن پرده انجام بشه، باید جرأت کرد، هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. La promesse c'est que la sexualité. En fait, que comment dire? Je dirais je voulais montrer un peu la frustration qu'ils ont sur terre via ces images. من نمیخوام افشاگری بکنم، فقط میخوام از طریق فرم هنری بفهمم که چه اتفاقی داره میفته. تا کنون تنها متون وجود داشتن، اما الان ما در دنیای تصویر هستیم. تصویر خیلی حضور داره. دیدیم که تصاویر در دنیای عرب چه کار کردند. تعداد کانال های تلویزیونی در دنیای اسلام و عرب، اینترنت، سایت های پورن که همه جا در دسترس هستن، حتی در مکه. اینها چیزهایی هستن که ما نمیتونیم انکار کنیم. من روی این موضوعات کار میکنم و سعی میکنم این دستکاری رو نشون بدم. این تفاسیر اشتباهی که از طریق مذهب و سیاست نشون داده میشه، و البته اینها رو از طریق هنر نشون میدم و در کمال زیبایی، چون زیبایی کشش داره و وقتی با زیبایی مخاطب رو میکشونم به طرف خودم، به سوی اون چیزی که دارم نشون میدم، اون موقع مخاطب خودش سعی میکنه بفهمه که چه اتفاقی افتاده. یعنی امیدوارم که اینطور باشه و مخاطب سعی میکنه که این فرهنگ متفاوت را درک کنه، این مذهب را، این بهشتی که بمبگذاران انتحاری قول داده میشه. با دیدن پرفورمنس آرت های من، مردم تفسیرهای مختلف را یاد میگیرند و وجه های متفاوت فرهنگ عرب و اسلام را. Plusieurs lectures de la culture arabe et musulmane. Les déchets du monde, donc installez-vous calmement, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses. Viens, Cyril, la première. Tu y vas et tu montes. Voilà. This is your day, which you have been promised. Which you have been promised. Quand on parle de martyrs, on pense tout de suite à l'Iran. On pense tout de suite aux martyrs. وقتی که ما از واژه شهید استفاده میکنیم، همه فوری به ایران فکر میکنند، به فلسطین، به جنگ ایران و عراق، به زمانی که جوانها رو شستشوی مغزی میدادند که اگر شهید بشین 72 حوری باکره میان سراغتون، و به اونها یک کلید میدادند و میگفتند که این کلید بهشته. این قهرمان سازی چیه؟ چطور میشه با کشتن یک عده انسان بیگناه به این بهشت رفت؟ نمیگم که این انسان ها خودشون هم زجر نمیکشند، اما چیزی که منو ناراحت میکنه این بازیه که با این جوان ها میشه.
خب بسیار متشکرم که اتاق فرمان گزارش رو پخش کردند و در همین شروع برنامه انتقادی از من شده است، از روی تکست براتون میخونم دوستان که خدمتتون بگم. نوشته: با درود، شگفتا که شما هم کار شارلی ابدو را در انتقاد از اسلام در پیش گرفتید. فکر نمی کنید شما هم به اعتقادات دیگران توهین می کنید؟ پس چرا با شارلی ابدو آنگونه برخورد کردید؟ لطفاً همیشه از آزادی بیان و قلم دفاع کنید، از حقیقت نه، از مصلحت. با سپاس، مایک تورنتو. بنده فکر نمی کنم که اصلاً جنبه توهینی داشت، این یک برداشتی بود که از نظر هنری بهش یک زن مسلمان پرداخته بود. فکر می کنم خانم ماجیدا قطاری هم یک زن مسلمانه که این رو تهیه کرده بود. پس اجازه بدید که بریم سر اصل ماجرا. در این ماجرا چند تا مسئله هست. مسئله بهشت، مسئله اون چیزی هست که به مؤمن و مسلمان و معتقد در ادیان ابراهیمی، احتمالاً در یهودیت هم همینه، وعده داده میشه یا نیست، نمیدونم، آقای دکتر ابراهیمیان ما روشن میکنن، برای زندگی بعد از مرگ ما. اگر اجازه فرمایید ابتدا از آقای دکتر ابراهیمیان شروع بکنیم. در تورات و داستانهای تورات چگونه زندگی بعد از مرگ؟ اصلا شهادت وجود داره یا شهادت وجود نداره؟ نقش اون پاداشی که خداوند به عمل خوب انسان میده از نظر یهودیت چیه در اون دنیا؟ و خلاصه ما شهید داریم در یهودیت یا نداریم؟ این عناصر اصلی این گزارش بود. نکاتی که بعد عرض بکنم که مطالب من متوجه بشه اینه که فرهنگ یهود و مذهب یهود در طول 3200 سالی که ازش تقریبا گذشته، یه مقداری افکارش که در نزد حتی خود یهودی ها هستش، تحت تأثیر فرهنگ ها، مذاهب و تفکرات افراد دیگه قرار گرفته. و اگر من بخوام در این باره صحبت بکنم، باید خیلی صریح برگردم به خود تورات. و جالب بودن تورات که برای من همیشه جالب بوده، من فصل اول، قسمت اول تورات برام همیشه خوندنی بوده که بهش میگن سفر پیدایش یا برشیت. جالب در اینجاست که سفر برشیت ربط به یهودیا نداره و اینجاست که یهودیا خودشون رو با بقیه دنیا وصف میکنن و یکی میدونن. داستان آفرینشی است که ادامه داره و مدت‌ها طول میکشه تا اینکه یک قومی که یهودی‌ها باشن به مصر میرن و از مصر میان بیرون و حضرت موسی و موشه و نمرامی پیدا میشه و اینها رو از مصر بیرون میاره و براشون قانون میاره و بهشون اینا رو تبدیل به یک قوم، به یک ملت میکنه و با دادن قانون اینها رو به سرزمینی میبره که بعداً ما میدونیم سرزمین اسرائیل شناخته شده و اونجا مسکن پیدا میکنه. قسمت اول سفر پیدایش که در مورد خلقت زن و خلقت مرد هستش، فوق‌العاده خواندنیه، فوق‌العاده زیباست، از نظر ادبی زیباست. و اینه که اولا مسئله جبر و اختیار درش مطرح میشه و چون به این موضوع ممکن ارتباط مستقیمی نداشته باشه، من ازش دور رد میشم. به خلاصه تورات به اختیار اعتقاد داره و نه به جبر. و در بررسی ها و بحث هایی که با بقیه مذاهب پیدا میکنه این مسئله رو پیش میاره. مثلا در برخورد ما با مسیحی ها این مسئله رو ما پیش میاره. مگر اگر ما گناهکار به دنیا اومدیم و بعد یک کسی دیگه ما رو نجات بده، ما رو کسی نمیتونه بازخواست بکنه. ما گناهکار بودیم، گناهکار دنیا اومدیم، بخششمون هم به وسیله یه سیستم دیگه است که به حضرت عیسی است که به صلیب کشیده شده و میتونه ما رو نجات بده و ما رو به بهشت هدایت بکنه. اینه که در فرهنگ یهود اختیار مسئله خیلی خیلی مهمیه. خیلی خلاصه گفته میشه که این جهانی که ساخته شده خوب و بدش جلوی ما قرار داره، انتخابش با ماست و ما مسئولیم. این یه اصل اصلی یهودیت. اصل دوم اینه که یهودیت و خدا با هم یکی هستند و با هم عجین هستند و ما رولمون در این دنیا اینه که دنیایی را که ساخته شده
و نقص‌هایی درش هست تکمیل بکنیم و کاملش بکنیم. اینه که ما اگر شما از کتاب تورات رو از اون قسمت اولش که همون سفر برشید یا پیدایش باشه تا مرگ موسی که آخرین فصل تورات هستش بخونید، هرگز بحثی و مطلبی درباره جهان باقی وجود نداره درش. نیست. همچی چیزی نیست که یهودیت جهان باقی رو توصیف کرده باشه، براش پاداشی گذاشته باشه، تعبیرش کرده باشه و غیره. اینه که این داستان فرهنگ یهود و مذهب یهود در طول قرنها تحت تأثیر فرهنگ‌های مختلف تأثیر گرفته و داستان بهشت و جهنم به تدریج وارد فرهنگ و تفکرات یهودی شده. این تفکرات به احتمال قوی در قرن دوم میلادی و حتی قبل از آمدن حضرت محمد و مذهب اسلام ایجاد شده. در این راه ما مقدار زیادی افکارمون را ممکنه تحت تأثیر زرتشتیا گرفته باشیم، یه مقدار خیلی بیشترش را هم از فرهنگ یونان گرفتیم. اون چی که جالبه و بعد گفته بشه در اینجا، شاید چون مصری‌های قدیم هم به جهان باقی اعتقاد داشتن و همیشه که می‌بینیم پیرامیدهایی که ساخته شده، یک قسمت خیلی عمدش آماده کردن فرد برای اون دنیا هستش. فرد رو مومیایی میکنن، در یه محلی مدفونش میکنن، تمام احتیاجات دنیای باقی هم براش میذارن، وقتی بیدار میشه اون همه احتیاج دور و برش باش هست. یعنی به جهان باقی مصری ها معتقد بودن. اینه که اصولا در یهودیت موسی این جریان وجود نداره و ما در مذهب یهودیت که از تورات میاد این وجود نداره. و در طول نسل ها و عصرهای بعد تحت تأثیر فرهنگ های مختلف داستان بهشت و جهنم وارد تفکرات یهودی شده، حتی وارد ایمان یهودی ها شده، به طوری که وقتی که هرمبام یا رمبام یا بن میمون یا برمیمون که بزرگترین متفکر و فیلسوف تئولوژیان نویسنده مفسر دنیای یهود بوده قرن 11، وقتی که واقعا اصول یهودیت رو میخواد خلاصه بکنه، اعتقاد به اون دنیا رو هم تو اعتقادات خودش وارد میکنه. و یه نکته جالب من اینجا میخوام بگم که کمک میکنه با اینه که حتی در اون دنیایی که اون اعتقاد اون دنیا رو درباره صحبت میکنه و اعمال ما میتونه برای بهبودی اون دنیای آتی به ما کمک بکنه، صحبتی از 72 بیرجین و از این صحبت ها نیستش. یه داستان خیلی جالبیه که شاید برای بینندگان تو جالب باشه. شما یک ربای یهودی میخواد تصویر بکنه بهشت و جهنم را، اینجور تفسیر میکنه، میگه من وارد در تخیلش وارد جهنم میشه و میگه در این جهنم همه آدم ها دارن همشون خوب هستن، فقط اشکالی که دارن البوشون بازوشون خم نمیشه و چون خم نمیشه نمیتونن خودشون رو تغذیه بکنن. وقتی به بهشت میره میبینه که نه، اونجا هم این اشکال هست، اونجا هم اینها بازوشون خم نمیشه. ولی فرق بهشت با جهنم اینه که در بهشت اون کسی که افراد همدیگر رو تغذیه میکنن. این در حقیقت این میخواد این تفسیر به ما توضیح بده که بهشت وقتی است که ما یاد بگیریم که همدیگر رو تغذیه بکنیم، به هم برسیم، از به همدیگه واقعا همراهی بکنیم در زندگی. یه داستان دیگه براتون میگم چون برنامه یه خورده سبک‌تر بشه. آره، داستان ربای هستش که این ربای مرد فقیری بوده، وضع خوبی نداشته. این داستان مال اروپای شرقیه که میگه که وقتی که این در شب پسخ یا عید فطر خواسته بره کنیسا یا مسجد و برگرده، وضع مالی خوبی نداشته. زنش براش امکانات این که بساط اون شب رو فراهم بکنه، غذایی روی میز بچینه و آمادگی ایجاد بکنه نداشته. و وقتی میره و وقتی بر میگرد میگه خونه خیلی نورانیه، مهمانی تو خونش نشسته، روی میز همه چی پهنه. و وقتی که این جریان رو میبینه تعجب میکنه که چی هستش و برها جویا میشه. فردیست که همه وسائل برگزاری عید رو به منزل ربای برده برای یه امید که ربای براش دعا بکنه که این صاحب فرزندی بشه. ربای بهش این قول رو میده که من براش دعا میکنه و به احتمال قوی صاحب فرزندی خواهد شد. و در اون لحظه گویا ندایی به این ربای میرسه، این در این داستان خیلی قشنگ، که بهش میگه که تو حق نداری به کسی قول چیزی رو بدی، تو قدرتی نداری این کار رو بکنی، چرا این حرف رو زدی و چون این حرف رو زدی از دنیای آتی محروم هستی. و
و بعد اینکه ربای میشنوه که دنیای آتی نداره، شروع میکنه به رقصیدن و خوشی کردن و شادمانی کردن. ازش میپرسن چرا اینقدر خوشی میکنی؟ میگه برای اینکه تا حالا فکر میکردم که اگر کار خوبی در این دنیا میکنم برای اون دنیاست. الان که میدونم اون دنیایی ندارم، میتونم همه کارهای خوبی که انجام میدم برای مردم و برای این دنیاست. اینه که در عمق فلسفه ما، در این حال که عرض کردم به صورتی که اصول ایمان مذهبی در اومده، ولی در این حال در اصل یهودیت وجود نداره. و اگر اجازه دادید، حالا یا هر وقت اجازه دادید، من دنبال این رو براتون توضیح میدم که این رو آشکار بکنم و توضیح بدم برای بینندگان بعد از صحبت آقای دکتر. که این مطلب جالب هستش که چطور مذاهب دیگه تفکرات ما اثر گذاشتن و حتی خیال ما را به فکر ما را برای معصوم بودن در باره پیغمبرهای خودمون اونها عوض کردن و اونها روش اثر گذاشتن. و این در حقیقت داستان ما نیست. اون چی که در داستان ما شروع میشه بشر خیلی قابل درکه. روانشناسایی که دنیای امروز رو نقش میبندن، خیلی از قصه‌هاشون رو از داستان برشید و از داستان پیدایش رو بردن. یعنی شخصیت‌هایی مثل سارا، مثل ربکا، مثل آدم‌های خیلی با اهمیت در تاریخ، آدم های هستن که تمام تفکرات و پست و بلندی‌های روانی یک انسان طبیعی رو دارن و به هیچ وجه اون حالت معصوم بودن، بیگناه بودن و تمام اون درشون وجود نداره. متشکرم جناب دکتر آقاسی. من تصور میکنم که باز هم موضوع اسلام تاریخی در مقابل اسلام قرآنی در اینجا مطرحه و هرچه اسلام تاریخی بیشتر مورد معاینه و محاکمه قرار میگیره، کار مدافعان اسلام ابدایی تاریخی که به موازات اسلام قرآنی حرکت میکنه ولی ارتباط منطقی با اون نداره بیشتر میشه. چند موضوع در اینجا مطرحه که هر کدام اونها رو باید که در حدود حوصله برنامه بهش توجه کرده، که موضوع تجرد و بقای روح هست که همطور که اشاره فرمودن در یهودیت اصیل، یهودیتی که غیر از یهودیت تاریخی باشه، به صورت آشکار و معین مطرح نشده ولی در این حال کاملا هم یهودیت اصیل از تجرد و بقای روح غافل نیست که شرحش رو میشه که در موقع خودش داد. عمل و عکس العمل و جبر و اختیار دو موردی هستند که در ارتباط با اون چرا که ما به عنوان عکس العمل و نتیجه عمل خودمون دریافت میکنیم در اشکال مختلف در ادیان مختلف ذکر شده. به قول مولوی ما مثل صدا هستیم و این جهان مثل کوه، که ما وقتی که از خودمون صدا بیرون میدیم این صدا به کوه میخوره و به ما برمیگرده. اون چرا که ما دریافت میکنیم پرداختهای خود ما هست. در مورد این موضوع به خصوص بهشت و حوری بهشت و پاداشی که به مردها داده میشه، متن قرآن، متون قرآنی با مطالبی که در احادیث و تواریخ و اقوال مردم گفته شده تفاوت بسیار آشکار داره. در درجه اول ما باید بدانیم که قرآن راجع به ازواج مطهر صحبت میکنه و مطهر یک شرایطی داره که نمیتواند 72 تا باشد. 72 در هیچ کجای قرآن نیامده. رقم 72 مربوط به شهدای کربلا است، نه تعداد حوریان بهشت. و شرح طهارت یک موضوع مهمیه که فرصت باشه در موردش باید صحبت بکنیم. صحبت شهید شد و اینکه باید جلوی شهادت رو گرفت و این موضوعی که هر کس شهید بشه در واقع جواز ورود به بهشت و انجام زنا پیدا میکنه، کاری که در این دنیا گناه هست و مجازات برای او معین شده، فکر نمی کنم که صحبت زیاد صحیحی باشه.
ما اگر به قرآن مراجعه بکنیم یک تضاد و تباین بسیار شدیدی درباره این که به کسی که جانش از بدنش بیرون بره به هر علت و بمیره به هر علت، در حال جنگ باشه، در حال خیانت به خدا باشه، در حال خدمت به خدا باشه، آیا می شود به کسی که مرده عنوان شهید داد؟ قرآن این رو من میکنه، برای اینکه یکی از اسمهای خدا لایموته، یعنی هرگز نمی میرد، و در این حال یکی از اسمهای خدا شهیده. هر دوی اینها در قرآن آمده، هم خدا لایموته هم خدا شهیده. اگر شهید رو مرده محسوب بکنیم، یا کسی که جان او از کالبد او خارج میشه، یا عمر او به پایان میرسه، یا به مرحله فنا و نیستی میرسه، اون وقت همه این مشخصات و صفات شامل خدا میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خدا هم مردنی میشه. چرا خدا یه موجودی است که طبق این زنده است، ازلی است، مرگ نداره، ولی بندش مرگ داره؟ نه، اسم خود خدا رو در قرآن به نام شهید گفته. یکی از اسمهای خدا در قرآن شهیده، نه اسم بنده. و صحبت من یا در واقع بحث من در این است که شهید به معنای مرده نمیتواند باشد. شهید عبارت است از نظر لغوی کسی که یک امری رو به بصیرت و شهادت مشاهده میکنه. و فرق شهید با شاهد این است که شاهد هم یک مشهودی رو میبینه و هم دیگری اون مشهود رو در آینه وجود اون شهید میبینه. شهید کسی است که هم خودش شاهده و هم امر شهادت و بصیرت رو به دیگری منتقل میکنه، و این نماینده طهارت اون شخص و اصالت وجود اون شخصی که چطور در مسائل تعلیمی و تفهیمی قدم برمیداره. موضوع دیگری که من در این فیلم نگاه میکردم این بود که بهشت رو کاملا زنانه کرده بودند، و یک مقداری در مورد اون هم بایستی که توضیح داده بشه. اگر ببخشید ادامه میدید فرمایشات، ولی چون فرمایشاتون از یه ظرافت خاصی برخورداره، برای اینکه من بفهمم فقط میگم. خب با این ترتیب، برای اگه برای هر بهشت، هر شهیدی 72 تا لازم باشه، قاعدتا اگه 100 تا شهید داشته باشیم میشه 7200 تا زن، بنابراین میشه شهر زنان بهشت. بفرمایید. خب شهدا نبودن اونجا، و خیلی جالب بود که مثل اینکه انتظار شهید میکشیدن. در قرآن ابدا به رابطه شهید و بهشت اشاره نشده، و داشتم عرض میکردم که به طور کلی اگر ما بخواهیم مطالب قرآنی رو در یکی دو دقیقه خلاصه کنیم، قرآن به دو نوع مطلب اشاره میکنه. یک سری مطالبی هست که مربوط به مقررات و کتابتی میشه که نظام جامعه رو در اونجا معرفی میکنه، قوانینی که باعث ایجاد عدالت و نظم و امنیت در جامعه بشه پیشنهاد میکنه، به اینها میگویند محکمات. این آیات قرآن مربوط به مسائل زمینی و انسانی میشه، مسائلی که فقط در چارچوب زمان و مکان مربوط به انسانها و مربوط به محیط انسانی گفته شده. در این حال چون قرآن معلم و معتقد به بقای روح و تجرد روحه، هم به بقای روح هم به تجرد روح، که روح از بین نمیره و روح به طور کلی مجرد و منفک و جدای از جسم هست، متعلق به جسم یا پابند و متکی به جسم نیست، که اگر جسم از بین رفت روح هم از بین بره. این تجرد و بقای روح پایه و اساس توحید اسلامی و توحید قرآنی است. دو جور آیه ما در قرآن داریم، محکماتی است که مربوط به همون مسائلی است که خدمتتون عرض کردم، و متشابهات قرآنی که در مورد مسائلی که مربوط به عالم مجرد میشه. عالم مجرد مثل خدا، مثل فرشته، مثل جهنم، مثل چیزهایی که در ذهنیت انسان میاد ولی دارای موجودیت مطلوب محسوس نیست که شما اونها رو حس بکنید یا لمس بکنید یا وزن داشته باشه یا ماده باشه یا جسم باشه، مثل وجود خود خدا. که در یهودیت هم که عرض کردم که یک شاخه‌ای و یک نشانه‌ای به تجرد روح و به بقای روح داره،
حالا نه به صورت خیلی روشن و واضح، ولی همین خداپرستی یهود و همین قبول یک خدای واحد، خدایی که در دین یهود هم لایموت است و هرگز این خدا نمی میرد، دلیل بر این هست که تجرد روح و بقای روح در دین یهود هم وجود داره. آیات متشابهات قرآن مربوط به معرفی چیزهایی است که ما فقط با اثر اونها می توانیم آشنا بشویم، مثل اثر بهشت، اثر جهنم، آثار خدا، آثار فرشته، این جور مسائل که در قرآن میاد به نام متشابهاته. ولی در متن قرآن آمده که خداوند، در سوره بقره آمده که خداوند، الله لا یستحیی مثلا به عوضتن و بقیه آیه، که خداوند به هیچ عنوان استحیا نمی کنه، یعنی حیات نمی بخشه و ایجاد نمی کنه در عالم مثال، در عالم جسم و ماده. مثال هایی رو که برای درک اثر یک موضوع بیان می کنه. متشابهات قرآن باز در قرآن آمده که کسانی که متشابهات قرآن رو مستقل از محکمات قرآن مورد مطالعه قرار میدن، مثل این خانم هایی که در این فیلم مشاهده فرمودید، آیه صریح قرآن، کسانی که متشابهات قرآن رو مستقل از محکمات قرآن مورد عمل و مورد استنتاج قرار میدهند محکوم به گمراهی هستند و اینها افرادی هستند که با تمسخر و تحقیر میگویند مقصود خدا از آوردن این مثالهای مسخره چیست. اما اون کسانی که قلبشون از ایمان سرشاره میدانند که این مثالها جنبه مثالی دارد و در ارتباط با محکمات قرآن باعث تبیین و تفهیم موضوع می شود و یکی از بزرگترین و در واقع خطیرترین آیه های قرآن این است که در پایان این توضیح می گوید یهدی بهی کثیرن، با این قرآن و با متشابهات قرآن تعداد زیاد و کثیری از مردم هدایت می شوند و یزل بهی کثیرا، و تعداد کثیر و بیشماری از مردم به وسیله همین آیات قرآن، به وسیله همین آیات متشابهات قرآن منحرف و گمراه میشند. نظر و نگرشی که ما به قرآن داریم، اگر این قرآن روی کتابی تلقی بکنیم که منوال یا رسم فهم کتاب در خودش آمده، مطالعه و فهم این کتاب لااقل باید تابع خود کتاب باشه، و اگر شما بخواهید که اون راه رو ادامه بدید و از اون طریق تفهم قرآنی بکنید، خود قرآن میگوید که من دو نوع آیه دارم و بهشت و جهنم و خدا و فرشته و جن و پری و بقیه چیزهایی که موجودیت ملموس و محسوس مادی نداره، اینها همه در بعد متشابهات قرآن نه به وجود اونها بلکه به اثر اونها معرفی شده. یعنی وقتی که قرآن میگوید تو با ازواج مطهر در بهشت هستی، همونطوری که اول عرایزم عرض کردم، باید شما ببینید که مطهر چه مشخصاتی در قرآن براش آمده و آیا میتواند که یک مرد با 70 زن در قرآن باشد. پیشنهاد من به خانم های محترمی که این برنامه های مفید رو تولید کردن و باعث کنجکاوی مردم میشن این است که یک توضیح مختصری به بینندگان خودشون بدهکار هستند و اون این است که بگویند این مطالبی که ما میگوییم منتج و برداشت شده از قرآن نیست، بلکه این از روایات، از احادیث، از گفتار مردم، از آرزوهای مردم، از ناکامیهای مردم، از خوابهای شبانه مردانی که با چند نفر میخوابند، از اونها ناشی شده، ارتباطی با قرآن نداره. و من متاسف هستم که در تمام مباحثی که مطرح میشه افکار و اندیشه ها و تخیلات و تاریخ و احادیث و روایات و شؤون نزول رو مرتبط با قرآن میدانند و ذکر نمی کنند که اینها برداشت های انسانی است و ارتباطی با متون قرآنی نداره. هر کدام از این خانم ها یا هر دانشمند دیگری در دنیا که راجع به متون اصلی قرآن در ارتباط با عمل و عکس العمل مطلبی داشته باشد، از خود قرآن قابل پاسخ است. متشکرم. فقط یک جمله شما پاسخ یک پرسش منو بدید.
تهیه کننده این فیلم بله. خانم ماجیدا خطاری بله. زن مراکشی است. این در واقع یه فرد گمراهه. گمراهی ایشون همونقدر هست که فتحعلی شاه بود. فتحعلی شاه 700 زن داشت. به نظر شما گمراه بود یا همون جایی هست که فتحعلی شاه هست؟ ببخشید من به این خانم توهین نمی کنم. فتحعلی شاه توهینه؟ من نظر من توهینه، برای اینکه این خانم یه خانم هنرمنده و برخورد خانم وکیل فتحعلی شاه است. این خانم داره کار فتحعلی شاه رو تایید میکنه. خواهش میکنم. در اروپا وقتی که چرچ کلیسا اون دنیا رو به مردم میفروخت، شخصیت متفکر کار خیلی جالبی کرد، اومد تعداد زیادی کلید درست کرد، به مردم گفت من معذرت میخوام، رفت پلوی کشیش گفت من کلید بهشت رو میخوام از شما بخرم. به نظرش خیلی مسخره میمد، گفت نه نمیفروشم. قیمت بالا برد، بالاخره تونست کلید بهشت رو از بخره کلید بهشت رو از کشیش اون موقع اون محل خرید و این رو مطابق با یک مدارکی خرید و بعد چاپ کرد، گفت مردم ببینین من کلید بهشت جهنم را از اون فرد مذهبی خریدم و من کلید جهنم رو گم کردم. اینه که شما اون دنیا برید جای دیگه ندارن شما رو بفرستن جز بهشت. و در حقیقت خواست به این وسیله یه مطلبی رو بیان بکنه. این خانم هم خواسته به این مطلب یه عده رو بیدار بکنه، بگه این حرفی که به شما میزنن یا گفتن از حدیث یا داستان حرف خیلی با ربطی نیست، حرف خیلی منطقی نیستش، حرف خیلی درستی نیستش و ممکنه که واقعا در ذهن یه عده اثر مثبتی داشته باشه. اینه که بسیار آقای دکتر اشتباهات زیادی داشته. ممکنه اصلا ایشون گفتن که چرا باید یک نفر با حمله انتحاری و کشتن چند نفر آدم بیگناه خودش را من جمله بکشه و بعد به مناسبت جایزه‌ای که در اثر کشته شدن که به تعبیر ایشون شهادته به بهشت بره؟ این چه عدالت خدایی است؟ در حالی که انتحار خودکشی در اسلام بزرگترین جنایته. چطور یک کسی میتونه که بره کار انتحاری بکنه؟ و این که عرض میکنم غلط آموزی و بد آموزی افرادی که این رو میبینن که منو نمیبینن، کسانی که اون پاهای اون خانم ها رو میبینن که پاهای منو نمیبینن. همه مطالب ایشون تماشا کردن این مطالب به ضرب سکس و به ضرب تحریک کردن احساسات و نفسانیات افراد جایی نمیگذاره در آزادی بیان برای گفتار یه آدمی مثل شما یا مثل من. همه میگن که این خانم فرمودن که هر کسی که حمله انتحاری کنه میره تو بهشت و به عنوان یک آیت الله و به عنوان یک مرجع تقلید در اینجا اظهار نظر فرمودن. من اعتراضم به اینه، تعبیر افراده، ولی توجه داشته باشید که همه این کار ایشون رو ما زیر انتقاد نبریم، ممکنه نکات در کارش بوده که روش پیش بحث کرد، ولی ایده که پشت اینه خواسته به ذهن مردم بفهمونه که این مطلب به نظر بچگانه میاد، این مطلب به نظر واقعا خنده‌دار میاد، مذهب شدنی نیست. در مورد فرهنگ یهود برای شهید شدن، من یک تغییراتی رو که در طول زمان ایجاد شده عرض میکنم. یک شخصیتی در فرهنگ یهود هست که وجود داشته به نام خنا، یه زنه که این زن داستانی که درباره خودش و بچه‌هاش نوشته جزء قسمتی است که در صبحگاه قبل از نماز اصلی هنوز مردم میخونند، به تیتپل الخنا و ادامه داره. خنا در زمانی که سرزمین یهود اشغال شده بوده و بت‌پرستی رو به مردم در حقیقت تبلیغ میکردن و مردم مجبور میکردن به بت‌ها سجده بکنن، این 7 پسر داشته. به پسر اولش میگن به بت سجده بکن، نمیکنه، میکشنش، دومی رو میکشن، سومی رو میکشن، تا ششمی 6 تا بچه‌هاشو میکشن. اون امیری، اون فرمانداری که این کارو میکنه دلش میسوزه، میبینه که این زن 6 تا بچه‌شو از دست داده، میگه بلکه به یک حیله ای من راضی بشم هم اون راضی بشه. انگشترش میندازه زمین و به اون بچه هفتم میگه که بچه کوچیکی بوده بهش میگه که لطف دلاشو این انگشتر منو بده به من. بچه آدم تیزهوشی بوده، من نه این کار رو نمی کنم، من این کار رو بکنم در حال که دارم انگوشت رو به تو میدم به این بت هم سجده کردم و من بت سجده نمی کنم، که اون رو هم میکشه. و داستانش که بعد خنا میره بلندی خودش روی بچه هاش میزه خودش هم میکشه. مثلا یه داستان حماسی در
گذشته گفته شده، ولی این داستان هرگز بعداً ادامه پیدا نکرده. یه نمونه اید داستان خیلی ساده تر بهتون میگم. رامبام که در براشون صحبت کردم، این موقع در مصر این رو یک مسلمان در کوچه پس کوچه های مصر اونجا زندگی میکرده، محل کارش بوده، دنبال میکنه و به این در حقیقت بند میکنه که تو مذهب چی هستش. و این ربای یهودی، این پیشوای متفکر یهودی فکر میکنه که اگه واقعا خودش به خطر بندازه یه جمله بگه ممکنه بکشتش. بهش میگه که به انگلیسی که بگم خیلی قضیه داستان بهتر قابل درکه، میگه What's the name of my اسم ارباب من چیه؟ اسم؟ میگه اسم ارباب تو محمده. این دنبالش میکنه، میگه این رفت توی محله یهودی ها، فرد توی خونه یهودی، فهم یهودی این از شکایت میکنه، این شکایت ضبط شده و این در حقیقت میارنش دادگاه و این در شکایت دادگاه این در حقیقت با حیله کلامی خودش نجات میده که میگه که آره اسم سربره تو محمده و اسم من موسی است. همین فرد رو در تونس مجبورش میکنن مسلمان بشه، کسی که در حقیقت بزرگترین سیج دنیا یهوده و مدتی به عنوان مسلمان زندگی میکنه. در ایران ما در سالهای اول قرن 19 در شهر مشهد یهودی ها رو به زور تهدیدشون کرده که اگه مسلمان نشید میکشیمتون و یهودیشون هم کشتن. یهودی ها در این شهر در حدود 70-80 سال یه زندگی دوگانه داشتن. یهودی های مشهد هنوز تا این روز اسماشون مسلمونیه، 80 سال اونجا به طور مخفی یهودی زندگی میکنن تا میان بیرون، خودشون به خطر نمیدازن. به خطر انداختن جان به عنوان شهادت کار خیلی غلطیه. جان ارزش داره و نجات یک جان، نجات یک جون یه آدم خیلی خیلی مهمه. شما در روز شنبه که در حقیقت بالاترین و بالاترین روز استراحت یهودیه، شما برای نجات انسان هر کاری رو بخواین بکنی میتونی بکنی. تمام قوانینی که در مورد اون روز صادق هستش برای نجات جان یک انسان همشون نقض میتونه بشه و مسئله نیست. اینه که بحث در اینه که نجات جان انسان اهمیت داره و شهادت به اون شکلی که گفته میشه واقعا معنی واقعا نداره. یه نکته هم بتون عرض بکنم، این داستان ها رو یه عده میفروختن به مردم برای اینکه واقعا وسیله بوده که مردم میتونستن باش گذرام. آدمی که در این دنیا چیزی نداره، خونه نداره، بساطی نداره، نونی نداره، زندگی خیلی محقری داره، زن و بچه‌اش گشنه هستن، باید به امید اینو زنده نگه داشت. اون فرد خواسته اینو به امید اون دنیا زنده نگه داره. این در حقیقت یک تریک روانیه. به اون فرد میگه خب این دنیا ندارم، اون دنیا مال منه. سالهای سال این عبادت رو میکنه به امید که اون دنیایی را داشته باشه. ولی اون چی که اهمیت داره اینه که ما توجه داشته باشیم که اهمیت جان انسان خیلی زیاده و شهادت چیز خیلی بی‌معنیه، چیز خیلی مهمیه. اصلا مفهومش رو من درک نمی‌کنم. چرا باید یک کسی به خاطر یه موضوع خودشو بکشه؟ و این بحث اون دنیا و شهادت هر دوش مباحثی است که واقعا یه روزی بالاخره این انسان‌هایی که این فکر این تو فکر می‌کنن با این موضوع کنار بذارن و کنار گذاشتنش یه مرحله رشده. خب نکته این که حالا من بعد از پرسش از آقای آقاسی از شما می‌خوام این است که چطور در یهودیت که فرزند ارشد ادیان ابراهیمی است دیگه، نه آره دیگه، یهودیت بعد مسیحیت بعد اسلامه، برادر بزرگی شما هستین، شما چرا انقدر لامصبید؟ یعنی شما چرا اصلا اعتقاد ندارید به اون؟ اینا شما برای ما درست کردید، ما اینجوری نبودیم. نبودین؟ نه جان دلم، ببین جانم، این چیزی که شما اصلا اعتقادی به آخرت و اینا نداشتین، ما درست کردیم برای شما. من گفتم شما درست کردید، متوجه دادم در طول زمان ایده‌هایی تحت فرهنگ‌های مختلف وارد این فرهنگ شده و الان خیلی هستن که 100% اعتقادات خیلی عمیقی دارن و خیلی 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 روش صحبت می‌کنن، اینکه نمی‌کنن. ولی جریان اینه که مادی بودن تفکر انسانی در یهودیت خیلی بیشتر از مذاهب دیگه است. و یه نکته هم بهتون عرض بکنم، شاید این یه مقدار قضیه رو روشن بکنه. تعبیر و تفسیر و توضیح نمیدونم اون دنیا و خدا و قیمت آخرت و معصیت و معصوم بودن و همه این داستان ها واقعا این داستان هست که کسی نمیتونه کاملا اینا رو توضیح بده، واقعا هیچ کسی نمیتونه بیان بکنه. ولی اون چیزی که شایسته هستش اینه که در این جهانی که ما زندگی میکنیم به اثبات علمی تکیاخته‌ای که در این دنیا زندگی میکنه دارای یه چیزیست غیر از جسم. این رو من بهش اعتقاد 100% دارم، توضیحشم براتون عرض میکنم.
این داستان داستان است، این یه حقیقت علمی تجربه شده است. یک تکیاخته رو که یه سلوله، نه سیستم عصبی داره، نه سیستم گوارشی داره، نه دست و پا داره، نه چش داره، نه گوش داره، چی نداره، یه سلوله، یک سلول رو تحت استرس حرارتی قرار دادند، 30 دقیقه اینا گرمش کردن، بعد یه مرتبه اون محیط رو سرد کردن، گرم کردن، دوباره سردش کردن. این کار رو چندین بار تکرار کردن. بعد از یه مدتی در دقیقه 29 قبل از اینه که برودت رو به بدن این تکیاخته آموزش بدن، تکیاخته خودش رو جمع کرده. یعنی این تکیاخته ای که انسان نیست، دوپا نیست، سیستم عصبی نداره، یه دونه سلوله، برای خودش یه دانش داره، یه ضابطه داره، یه فکر داره، اینو میبینه، اینو یادش میمونه، اینو یادش میمونه. یه در حقیقت موضوع رو ممکنه یه روزی دنیایی که ما زندگی میکنیم علم اینا رو همه رو توضیح بده. در حال حاضر زندگی فقط جسم نیست، روانشناسی مدرن همه چیه توضیح نمیده. کسانی که در اروپا در طول جنگ جهانی دوم خودشونو به خطر انداختن و برخلاف تمام اصول منطقی روزمره یهودی ها رو نجات دادن، اینا این کار رو برای مزد نمی کردن، اینا این کار رو برای هیچی دیگه نمی کردن. این یک خصیصه که در این آدم ها بوده، خصیصه خوب بودن، خصیصه مثبت بودن. کسی که در فرانسه هفته پیش تعداد یهودی رو در مغازه که کشتار انجام شد پنهان کرد و نجاتشون داد، که امروز هم جایزه گرفت، جایزه مخصوص گرفت و نمیدونم عضویت جامعه فرانسه رو پیدا کرد، این کار رو برای هیچ چی دیگه نمی‌کرد، فقط برای که در وجودش خوبی وجود داشت. گرفتاری که ما در حال حاضر داریم اینه که ما نمیتونم از کجا باید این رو به مردم توضیح بدیم. مذهبی که با نفرت میخواد ادامه پیدا بکنه اشکال داره. متشکرم بایدوید جناب دکتر آقاسی. من فکر میکنم که اگر که عمل و عکس العمل در زندگی انسان ها وجود نداشته باشه و اگر آدم ها وجود عکس العمل ناامید بشن، دنیا یک دنیای پوچ بی‌معنی خواهد شد. و اگر ما این همه شعور و این همه معرفت رو در کائنات ببینیم، که حالا یک مثال کوچکش رو آقای دکتر ابراهیمیان زدن، اگر که شما این شعور یک سلول رو توسعه بدید به شعور کائنات و به شعور این کهکشان ها و کیهان ها، اون وقت یک چیزی معین میشه که این محاسبات و این معاینات و این شعورها و این معرفت ها، این دید و بازدید هایی که جمادات با هم میکنند، آیا همه اینها زایده خاصیتی است که در خود ماده به وجود میاد، یا اینکه اینها ناشی از یک نیروی دیگری میشه که به محض اینکه ما بگوییم این نیروی دیگر در جای دیگری، اون جای دیگر خودش لزوم مکان رو پیدا میکنه و بحث‌های فلسفی طولانی در اینجا پیدا میشه. اما موضوع بهشت و جهنم که مورد بحث امروز ماست، ما اگر بخواهیم جنبه تمثیلی و تشبیهی بهشت و جهنم رو تبدیل به یک امر واقعی و مادی و ملموس کنیم، یعنی بگیم در جهنم آدم هایی هستند که دارای گوشت و پوست هستند، دارای صدا هستند، دارای روده هستند، دارای فهم و حسیات درک حرارت هستند، و اونجا یه دستگاهی است که آب می جوشه و آب رو توی حلق اینها می ریزن و حلق اینها می سوزه، بعد توف می کنن، بعد پوست اینها می سوزه، بعد پوستشون رو دو مرتبه جا به جا می کنن. ما می بینیم که راجع به یه کارخانه صنعتی صحبت می شه که اجزا و اضلاع بسیاری احتیاج داره که این کارخانه بتونه که این کارهایی رو که در قرآن وعده میده انجام بشه. هیچ چاره ای نداریم جز این که بگوییم این آیات و این نشانها همه مربوط به عالمی میشه که اشاره فرمودند. ما درک به اون عالم در حال حاضر نداریم. شاید که علم وقتی پیشرفت میکنه خدا رو هم انسان بهتر بشناسه. متشابهات کتب آسمانی رو امروز شما اگر در همین آیین یهود مطالعه بکنید و اگر جنبه متشابهات رو از دین وردارید، یکی از مسخره ترین ادیان دنیا میشه. اما اگر به دیده منطق و به دیده راستی
و حقیقت جویی آدم به دین نگاه بکنه، به هر مکتبی مطالب صحیح اون رو استخراج میکنه و متوجه میشه که به شعور و فهم مردمی که مخاطبین اولیه این دین بودن طبعا میبایستی مطالب نوعی گفته میشده که مورد درک اونها باشه. و الا چطور ما میتوانیم قبول کنیم که به عنوان مثال یعقوب با خدا یا نماینده خدا کشتی گرفته؟ خب این که بسیار امر غیر قابل باوری است که یک مجردی با مقید کشتی بگیره، خدا دارای جسمیت بشه و چندین مرتبه اون خدا رو زمین بزنه، چندین مرتبه خدا او رو زمین بزنه. ما اگر به قالب عرفانی و به قالب صحیح به موضوع نگاه بکنیم، تعبیر ما این است که این تمثیلات و تشبیهات دین یهود مربوط به این است که نفس انسان انقدر در انسان قدرت میگیره و انسان نفسانی به جایی میرسه که ادعای خدایی میکنه، همون کاری رو میکنه که فرعون میکنه، و بعد فسادهایی که پشت سر هم در اثر نفسانیت انسان به وجود میاد. این یک نوع نگرش به این موضوع هست. نگرش دیگر این است که بگوییم تحت اللفظی کسی بوده به نام یعقوب، خدایی بوده به نام خدا که خدای مجرد تبدیل جسم میشه و جسمیت او با جسمیت یعقوب در کشتی برمیان. تمام چیزهایی که در کتب مذهبی گفته شده بایستی ما رو معتقد به آثارش بکنه نه به اظهارش. همونطور که در هفته گذشته عرض کردم که در آزادی بیان وقتی ما صحبت میکنیم به اظهارات بیانی ما اثر نمیگذاریم، به اکسپرشن ها اثر نمیگذاریم، به آثار و به ایمپکتی که اینها ایجاد میکنن اونها رو ما مورد معاینه و ارزیابی قرار میدیم. در مورد مطالب دینی هم ما بایستی که به آثار اونها مراجعه بکنیم که چرا خدا بهشت و جهنم رو در قرآن برای ما تعریف میکنه. ما که الان اونجا نیستیم، ما که الان بهشت و جهنم رو دریافت نمی کنیم، چرا از قبل چنین چیزهایی به ما گفته می شود؟ علت گفتن آینده‌ای که درست عکس‌العمل اعمالی است که ما در این دنیا انجام می دیم، آیا به خاطر تربیت و به خاطر پی بردن به عکس‌العمل در مقابل عمل است، یا واقعا بایستی که اینها رو به صورت لیترال قبول کرد و گفت که در اون دنیا که اون دنیا معلوم نیست کجاست، اگه اون دنیا خاک داره که خب باید یکی از همین کرات باشه، و بعد چرا اصلا خدا بهشت رو در یک کره مخصوصی بسازه، در یک جای مخصوصی بسازه و انسانها رو در یک جای خاک بکنن، دو مرتبه این انسانها رو جمع بکنن ببرن در اونجا زنده بکنن و بعد اینها رو محاکمه بکنن؟ ملاحظه میکنید که با هر نوع عقلانیتی که به این موضوعات نگاه بکنید جنبه تشبیهی و تمثیلی این موضوعات خیلی قویه. آخه آقای دکتر میخواید بفرمید که آدم عاقل دنبال این حرفا نمیره؟ میخوام عرض کنم که آدم عاقل دنبال آثار این حرفا میره، نه دنبال اظهار این حرفا. آدم عاقل مثالهایی که زده میشه مثل مثالهای اون پرتقال فروشی است که بارها زده شده. شما سر کلاس درس دیدید که شاگردی وقتی میگن شما کسی 10 تا پرتقال خرید دانه مثلا 1 دلار، 2 تا پرتقال ها خراب شد، بقیه‌اش رو فروخت دانه 2 دلار، حساب بکنید که چقدر سود کرده یا زیان کرده. هیچ محصلی رو شما دیدید غیر از این کسانی که این فیلم ها رو درست میکنن که از معلم سوال بکنه ببخشید آقای معلم این پرتقال فروش ترک بود یا فارس بود، انگلیسی حرف میزد یا فرانسه حرف میزد، چرا پرتقال ها رو از جای دیگه ای نخرید؟ آیا ما وارد در واقع سابستنس تمثیلات و تشبیهاتی که زده میشه وارد میشیم به اونها، یا اینکه متوجه میشیم این معلم از مثال پرتقال فروش و خرید و فروش و نفعی که میکنه غرضش این هست که شما 4 عمل اصلی رو یاد بگیرید، که شما جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو یاد بگیرید و علم محاسبات رو یاد بگیرید به کار ببندید، یا این است که شما خانواده پرتقال فروش رو شناسایی بکنید؟ چیزهایی که بدون مثال و بدون تشبیه و تمثیل قابل فهم نیست، حتی در دنیای امروز ما هم ما مسائلی رو که ثقیل هست و فهمش برای افراد مشکله از طریق تمثیل تسهیل میکنیم. اون وقت کسانی که معلمین ما هستن این وظیفه رو به عهده دارن که اینها رو به ما بگن و ما رو راهنمایی کنن، نه اینی که ما رو در دام اینها بندازن و برداشتهای افرادی رو که مروج فحشا در جامعه هستن و دنبال یک بهانه قرآنی یا بهانه حدیثی میگردند و به این وسیله میخوان در واقع
نفسانیات خودشون رو ارضا بکنن و باعث اشاعه این امر بشن و بعد به دیگران که به امر فحشا و تجاوز به زنان علاقمندند جواز قرآنی ارائه بکنند. اصل موضوع اقتصادی این موضوع این است که افرادی که به عنوان ولی و به عنوان صاحب و به عنوان پیشکسوت و جلودار و پیشاهنگ دین خودشون رو جا زدند و از طرف خدا بدون اینکه جواز وکالت داشته باشند وکیل شدند، این افراد قرآن رو به نحوی تعبیر میکنند و تفاسیر و مطالب انضمامی به اون ملحق میکنند که بتوانند کسانی که دارای سرمایه و دارای هوس و نفسانیت هستند به اینها فحشا رو توجیه بکنند. یعنی یک کسی که دیروز به مناسبت ایمانی که داشت ولی میل به فحشا داشت، میل به زنا داشت و میترسید که زنا کنه، با توجه به کسانی که به نام عالم در جامعه خودشون رو معرفی میکنند، اینها وسیله تسهیل فحشا رو در جامعه فراهم میکنند و اتهام و اتکا این کار رو به قرآن وارد میکنند بدون اینکه به قرآن اشاره کنند و آیه ای از آیات قرآن رو عرضه کنند که به موجب این آیه قرآن شما میتوانید که در بهشت با 72 نفر فحشا کنید. از دیگر هم این است که وقتی از این آقایون سوال میکنید آیا این سوال رو هم جواب میدن که تکلیف زنهاشون در بهشت چیه؟ آیا زنهاشون هم با 72 مرد باید طرف بشن در اونجا؟ علمان داریم در بهشت؟ همه چی داریم. متشکرم. من یک جمله دارم، حتی هیچ رفتی موضوع نداره، برای اینکه سه هفته پیش دوست عزیز ما یک مقاله طولانی رو خوندن و یک نکاتی رو در مورد برخورد اسرائیلی ها با مردم غزه صحبت کردن و من رفتم در این مورد تحقیق کردم و چون تحقیق کردم و پرسیدم و خوندم، خودم اجازه میدم این جمله رو بگم که به هیچ وجه در هیچ از گزارش ها به هیچ وجه آزار جنسی در هیچ زندانی اتفاق نیفتاده. پالیسی اسرائیل بین سالهای 80 و 90 این بوده که به قول خودشون مادریت یک استرس های روانی و فیزیکی رو روی کسانی که واقعا جنایت کرده بودن، چون در اسرائیل حکم اعدام وجود نداره، میدونی که اعدامی انجام نمیشه، انجام شده و بعدا این مسئله به وسیله حکومت اسرائیل نقض شده و گفتن نباید انجام بشه. درست این اتفاقی که در امریکا افتاد که اتفاقاتی بعد از 9/11 اتفاق افتاد و این اتفاقات یه ماه قبل گزارشی در اومد که گفتن این استرس ها وجود داشته و این استرس ها نباید، درست چندین سال بعد از اینکه این کار اصلا قطع شده و دیگه ادامه پیدا نمی کرد، جریاناتی بوده و جریانات فقط مادریت فیزیکال بدنی تجاوزی در کار نبود. نبوده اینکه من لازم دونستم اینو تصحیح بکنم که ایجاد ابهام نکنه، چون بعضی شنونده ها فوق العاده حساس هستن، من ایشون رو سالا میشناسم و دلشون میخواد که برخورد هایی خیلی شدیدی بشه و من اینو من فکر کنم یک توضیحی است که باید بدم به این موضوع کاملا روشن بکنم. حالا من از این فرصته که شما اگر اجازه بفرمایید فقط خواستم عرض کنم خدمت ایشون که من یک بدهی به ایشون دارم که هفته آینده پرداخت خواهم کرد و اون مستنداتی است که من بر اساس اون این اظهارات رو کردم و از شما هم این تقاضا رو دارم که این مستندات رو روی پرده مانیتور نشان بدید و بعد آدرس اینها رو به مردم بدید و قضاوت رو به عهده خود اونها واگذار کنید. شرح تخلفات اسرائیل از حقوق بشر و تجاوزات اسرائیل به حقوق بشر بیش از 3 موردی بود که در 3 هفته گذشته من عرض کردم. علت اینم این بود که فقط تکیهشون روی امر تجاوز بود، تجاوز جنسی بود. به کودکان حتی. حالا من اسناد دارم ببینم این منبع کجاست، منبع رو مطالعه کنم. من تا واقعا تحقیق کردم، یه در حقیقت منابع مختلف، افراد مختلف. ببینید من نه در جمهوری اسلامی بودم نه در دولت اسرائیل، ما متکی به اسنادی هستیم. اسناد با گزارش گزارشاتی میشه یک خواهشی بکنم برای اینکه برنامه پربارتر باشه و امیدوارم نه شارلی ابدو اتفاق بیفته نه همچین اثری دیگه اجرا بشه، ما بتونیم برگردیم سر مسئله اصلی که هدف این برنامه بود.
ببینیم که وقتی به صورت مردمی و مردمی آگاه با هم از دو طرف صحبت میکنن چگونه میشه راه های تفاهم رو پیدا کرد. دقیقا. این هدفی بود که از روز اول در دعوت ولی یک مطلبی رو هم با توجه فقط اجازه بدید عرضم تموم. اگر امکان داره شما لااقل 48 ساعت قبل از شروع برنامه اون اسنادی رو که اشاره میکنید در اختیار آقای ابراهیمیان هم بگذارید که ایشون هم اگر میخوان رد بکنن باز یه هفته طول نکشه که بخره اون رو بخوان ردش بکنن مطالعه بکنن و بشه برنامه رو بار سنگین تری بشتن. حتما این کار میکنم. ولی آقای دکتر ابراهیمیان اشاره فرمودن که دولت اسرائیل به قانون اشاره میکنه، به مقررات اشاره میکنه. همین امروز صبح این گفتگوی گوینده رادیو اسرائیل که میگوید که آقای نتانیاهو اعلام کردند که اگر مردم فلسطین، من درست دارم نقل میکنم از گویندهی که از رادیو اسرائیل این خبر رو پخش کرد، به هر دادگاه بین المللی، به هر سازمان جهانی و به هر محکمه جهانی مراجعه بکنند که موضوع مراجعه اونها دو موضوع باشه: طلب استقلال و شکایت از اسرائیل برای تجاوزهای دولت اسرائیل. آقای نتانیاهو گفتند دنیا باید بداند که ما هیچ قانون جهانی رو در ارتباط با مردم فلسطین محترم نمی شماریم و هیچ قانونی رو مورد اطاعت قرار نمیدیم و به هیچ قانون جهانی توجه نمی کنیم. این بیانی است که امروز از رادیو اسرائیل پخش شد. من وکیل مدافع آقای نتانیاهو نیستم. نه، منظورم اینه که شما به دولتی اشاره میکنین که پابند قانونه. من فکر میکنم دولت اسرائیل جریان گذشته است که میگین اتفاق افتاده، میگین مدارکی وجود داره، منم تحقیق مدارک پیدا نکردم و من که شما گفتم با پیشنهادشون 100% من تقدیم میکنم حضورتون. البته نمیدونم که اسنادی که منتشر شده درسته غلطه. نه شما که مسئول نیستید، شما در اختیار قرار میدید. ایشون هم اطلاع دارن، هم میتونن بعد پیدا کنن، به هر حال بررسی کنن ببینن کدوم اینها به چه دلیلی است، چون هدف ایجاد نزدیکی و تفاهمه و باید از سره رو از ناسره بشه تشخیص داد. 100%. ولی قصد من این بود که وقتی که یکی از ما به صرف اتکای به قانون و تضمین قانون خب آقای نتانیاهو نماینده مردم اسرائیل، از نظر سیاسی یه انتخابات شده هست، ولی واقعا این نیست که همه مردم اسرائیل تو همون جبهه هستن که آقای نتانیاهو هست. آقای نتانیاهو ممکن در یه انتخابات بره، ما یه شخصیتی داشته باشیم شبیه اسحاق رابین دوباره. تفنگ دست مردم اسرائیل نیست، تفنگ دست آقای نتانیاهو. بینندگان عزیز خیلی متشکرم، خیلی ممنونم جناب آقاسی. هفته آینده مجددا در خدمت دوستان خواهیم بود و فکر میکنم برمیگردیم سر بحث اصلیمون، روابط ایران اسرائیل از بعد از جنگ 1967 تا امروز، و از امروز نقل میزنیم تا سال 1967، ببینیم چه باید کرد به عنوان مردم، نه به عنوان حاکمان و این حرفا، که شاید بشه زمینه های تفاهم رو بررسی کرد. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.